سرخط خبرها. توافق واشنگتن و طالبان بر سر طرح کاهش یک هفته‌ای تنش. وزیر دفاع آمریکا میگوید با همپیمانان ناتو در این باره مشورت می‌کنیم. گیلان همچنان گرفتار برف سنگین. دادستانی از تشکیل پرونده برای مسئولان کمکار خبر داد. اعتراض ساکنان جزایر یونان به اسکان موقت پناهجویان. دولت می‌خواهد هر هفته 200 نفر را به ترکیه برگرداند. و جهش شمار مبتلایان و قربانیان کرونا. صلیب سرخ خواهان تعلیق تحریم‌های کره شمالی برای مقابله با این ویروس شد. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. گرفتاری های بارش بی سابقه برف در استان گیلان ایران بعد از گذشت 3 روز ادامه دارد. دادستانی از تشکیل پرونده برای مسئولان کمکار خبر داده. آب و برق ده ها هزار خانه در مناطق شهری و روستایی همچنان قطع است و بسیاری از جاده ها هنوز باز نشدند. برف و بهمن در این استان شمالی ایران تا به حال دست کم 8 نفر را کشته و حدود 150 نفر را مصدوم کرده. اداره میراث فرهنگی هم از تخریب 12 بنای تاریخی خبر داده. فرین ناصمی گزارش می‌دهد. برفی که از یک شنبه بارشان در استان گیلان شروع شد، چند روز از زندگی شهروندان را مختل کرده. حجم برف به حدی است که در بعضی روستاها مثل اینجا در اطراف رشت بعد از بیرون آمدن از خانه قدم برداشتن امکان پذیر نیست. همونطور که می‌بینید هیچ راهی به هیچ جامو باز نداره. در لاهیجان و رودسر برف به 1 متر رسیده و در رشت هم تا 70 سانتی متر برف روی زمین نشسته. بارش‌های گسترده برف در بخش‌های شمالی کشورمون همطور که پیش‌بینی شده بود و انتظار داشتیم. سازمان هواشناسی از هفته گذشته بارش شدید برف را پیش‌بینی کرده بود و در چند اطلاعیه گفته بود در استان گیلان از 70 تا 110 سانتی متر برف خواهد بارید. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم به مردم هشدار داده بود از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. خیلی از مردم این هشدارها را جدی نگرفتند و بدون تجهیزات زمستانی مثل زنجیر چرخ به جاده زدند. نتیجه این شد که بیشتر از 4000 ماشین در جاده ها ماندند. اینها تصاویری است که مخاطبان بی بی سی فارسی از در راه ماندن ماشین ها برای ما فرستادند. سراوان بدترین وضعیت را داشت. خیلی از مسافران هم پیاده مسیر را طی کردند. چند کیلومتر؟ یک شب بودیم همونجا، هفت صبح هنوز ماشین حرکت داده نشده بود. توی سرما داریم پیاده میریم. محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری گفته میزان بارش برف در گیلان کمی بیشتر از پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی بوده، اما دستگاه‌های مربوطه خود را آماده کرده بودند. او تقصیر را به گردن حجم ماشین‌های ورودی از جاده قزوین به رشت انداخته و گفته وجود این ماشین‌ها باعث مسدود شدن راه‌ها شده. اما دادستان گیلان کمکاری بعضی از مسئولان را دلیل چنین وضعیتی دانسته. مدیریت و فرماندهی واحد برای مقابله با بحران در استان گیلان نداریم، به طوری که هر کدام از بخش ها و دستگاه ها مستقل و به تنهایی کار می کنند. قطعا برای بعضی از مدیران کمکار استان پرونده تشکیل می شود. وزیر راه وعده داده استان گیلان به زودی از وضعیت بحرانی خارج شود. وزیر نیرو هم گفته آب و برق بخش قابل توجهی از مردم تا پایان امروز وصل می شود. سر و زجم نه آب داریم نه برق. همون چی باید بکنیم؟ که بدینیم؟ برق موقته، بچه کوچک داریم، وسیله گرمایی نداریم. بحران در استان گیلان همچنان ادامه دارد. سازمان هواشناسی نسبت به وقوع بهمن در ارتفاعات شمالی هشدار داده. پیش بینی شده در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، تهران، البرز، قزوین و مازندران برف بیشتری ببارد. فرین عاصمی، بی بی سی. سرازیر شدن برف کوچ یا بهمن در ولایت دایکندی افغانستان جان دست کم 10 نفر را گرفت. مقام های محلی در مسیرهای نزدیک به مناطق مرتفع برای جلوگیری از حادثه مشابه وضعیت اضطراری اعلام کردند. در همین حال شاهراه سالنگ که ولایت های شمالی را به مرکز افغانستان وصل می کند به علت برف و بوران بسته شده.
علاوه بر آب و هوای غیرمعمول در مناطق شمالی ایران، نقاط دیگر جهان همین روزها دچار نوسانات شدید اقلیمی است. مناطقی که تا پارسال دچار آتش سوزی بودند، حالا دستخوش سیل شدند و برعکس. دانشمندان میگویند این نوسانات اقلیمی نشان از بحرانی در چرخه طبیعت دارد که در نتیجه مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این شکل و شمایل مناطقی از قطب جنوب در یک زمستان بدون برف است. اتفاقی که در گذشته های دور هر هزار سال یک بار می افتاد. ولی حالا زنگ خطری برای تعادل طبیعت کره زمین محسوب می شود. این حرارت های حداکثری در منطقه قطبی جنوب قبلا از هر هزار سال یک بار به سراغ ما می آمدند. بعد شد هر صد سال یک بار و حالا ما آنها را هر ده سال یک بار شاهد هستیم. معتقدم این در نتیجه تغییرات اقلیمی است. این تغییرات اقلیمی امروز خود را به صورت نوسانات شدید آب و هوایی نشان می دهد. اینجا استرالیاست که بعد از یک تابستان سیاه آتش سوزی های جنگلی حالا با بارندگی های سیلاسا روبرو شده. همین چند هفته پیش بود که خبر آتش سوزی های زودرس در جنگل های استرالیا نشانه دیگر از یک بحران اقلیمی را رقم زد. در آن سوی نیمکره جنوبی این زن روستایی در زیمبابوه میکوشد از آنچه در خاک باقی مانده غذایی برای خود دست و پا کند. تلاش برای بهره برداری از فصل برداشت تلاشی برای مرگ و زندگی است. انگار نه انگار همین پارسال زیمبابوه دستخوش سیلی ویرانگر شد که 1,000,000 نفر را بی خانمان کرد. و اندکی بیشتر به سمت جنوب، آفریقای جنوبی در زیر آفتاب خوش‌سالی لح‌لح می‌زند. لاشه های خشک حیات وحش در این منطقه گواهی بر یک خوش‌سالی غیر معمول و افت تقاضا برای بازدیدهای جهانگردان است. متاسفانه خشکسالی باعث شد ما فعلا توریست قبول نکنیم. ما نمیتونیم از کسی دعوت کنیم بیاد اینجا به هوای تجربه یک سافاری، ولی با حیوانات لاغر و گرسنه و رو به مرگ مواجه بشه. این وضعیت را با برف کم سابقه بغداد مقایسه کنیم که بعد از 10 سال پایتخت عراق را سفید پوش کرد، و البته برف و کولاکی که در مناطق شمالی ایران همگان را غافلگیر کرد و جان چند نفر را گرفت. دانشمندان از 10 سال قبل پیش بینی این روزها را کرده بودند. روزهایی که مصرف بی رویه سوخت‌های فسیلی تعادل طبیعت را با نوسانات شدید آب و هوایی بر هم بزند. هزینه‌های اقتصادی و انسانی انتشار دیوکسید کربن در هوا و تغییر اقلیم هر سال بیشتر شده است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد حالا 1/5 جنگل‌های آمازون بیشتر از آن که کربن جذب کنند، خود به کانون انتشار کربن بدل شده‌اند. نگاه‌ها به بریتانیا دوخته شده که چند ماه دیگر میزبان نشست جهانی تغییرات اقلیمی خواهد بود. نشستی که می‌گویند از آخرین شانس‌های بشریت برای اقدام جمعی در راه نجات زمین است. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزیر دفاع آمریکا دقایق پیش گفت این کشور و طالبان بر سر پیشنهاد کاهش 1 هفته‌ای تنش به توافق رسیدند. مارک اسپر گفت آمریکا درباره این طرح با همپیمانانش در ناتو مشورت می‌کند. پیشتر گفته شده بود که نمایندگان دو طرف در قطر به زودی در مورد جزئیات توافق صلح در یک بیانیه مشترک صادر می‌کنند. یک منبع دخیل در مذاکرات دوحه با خودداری از افشای نامش به بی بی سی گفته زمان امضای توافقنامه هم مشخص خواهد شد. بعضی از رسانه‌ها گفتند این بیانیه تا 2 هفته دیگر امضا می‌شود. آمریکا و طالبان روی برنامه 7 روزه برای کاهش خشونت‌ها به توافق رسیدند. من امروز با متحدانمان در ناتو درباره این برنامه و ساختار آن گفتگوهای سازنده‌ای داشتم. ما همچنان معتقدیم که بهترین راه حل برای افغانستان راه حل سیاسی است. در این راه پیشرفت داشته‌ایم و به زودی جزئیات بیشتری ارائه می‌کنیم. روین رهنوش خبرنگارمون از کابل با ماست. بیشتر به ما بگو در مورد صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا. روین، خب آقای اسپر، البته در مورد آنچه که آقای اسپر گفت، امروز رسانه‌ها گزارش دادن در مورد این که قرار است طالبان در تاریخ 29 فوریه توافقنامه را نهایی بکنند و امضا بکنند. یک مقام طالبان در دوحه قطر به عرب نیوز گفته که دیروز در گفتگوهای طولانی، بحث‌هایی که بین دو طرف در دوحه قطر
شده به تفاهم رسیدن که باید در تاریخ دهم مارچ مذاکرات بین الافغانی هم آغاز شود. همینطور جرمنی و ناروی اعلام آمادگی کردن برای میزبانی مذاکرات و گفته شده که در شریک شده و همینطور قرار است که طرف ها همین مهلت امروز این رسانه در مورد این مهلتی که آقای اسپر از او یاد کرد در اون مورد هم صحبت کرد و یک از مواردی بود که در این گزارش آمده. همینطور در مورد خروج نیروهای آمریکایی هم گفته شده که بعد از امضای توافقنامه خروج نیروهای خارجی خروجشان آغاز می شود و قرار است تا 18 ماه نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند. می دونیم که در مورد این موضوع گفتگوهای صلح در افغانستان همچنان اتفاق نظر بین مردم وجود نداره و خیلی ها میگن حتی اگر طالبان بخوان خشونت ها رو کاهش دهن، شاید از اینکه از عهده اونها این موضوع حالا دیگه خارج باشه. فکر میکنی که الان مردم در افغانستان به این موضوع چه واکنشی دارند؟ برعکس دولت هم این بار در حد هماهنگ به نظر می‌رسه با آمریکا، چون پیش از این وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی که با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری داشت، پیشرفت‌های مذاکرات با آمریکا را با آقای غنی در میان گذاشت و اظهار خرسندی کرد و همینطور قبلا دولت مخالفت کرده بود با کاهش خشونت و گفته بود راه حل نیست، اما این بار گفته که اظهار خرسندی کرده از کاهش خشونت و همینطور آتش بس و واکنش های در داخل و خارج از افغانستان داشته. این پیشرفت ها امروز دبیر کل ناتو هم در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل استقبال کرده از تلاش های آمریکا به خاطر کاهش خشونت در افغانستان و همینطور گفت که طالبان هم باید خودشان را نشان بدن که میخوان که واقعا صلح در افغانستان تأمین شود. اینجا در افغانستان هم نشست برگزار شده بود با حضور شماری از رهبران سیاسی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان حامد کرزی، همینطور عبدالله اظهار امیدواری کردند که این مذاکرات که بین آمریکا و طالبان جریان داره و پیشرفت هایی که اونها ازش یاد کردند به نتیجه برسه و خشونت ها در افغانستان کاهش پیدا بکنه. متشکرم از تو روین رهنوش در کابل. طالبان پاکستان میگوید یک رهبر این گروه به نام شهریار محسود در انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان کشته شده. هفته پیش گزارش شد دو عضو ارشد پیشین این گروه به شکل مرموزی در کابل به قتل رسیدند، هرچند منابع امنیتی افغانی این خبر را رد کردند. اسلام آباد دولت افغانستان را به پناه دادن به طالبان پاکستان متهم می‌کند، اتهامی که کابل همواره رد کرده. شرکت فیسبوک میگوید سه مجموعه مجزا از حساب‌های مرتبط با ایران، روسیه و میانمار را در این شبکه اجتماعی و اینستاگرام بسته. در مجموع 78 حساب کاربری، 11 صفحه و 29 گروه در فیسبوک و 4 حساب در اینستاگرام بسته شده که بخشی از آنها از ایران هدایت می‌شد. فیسبوک گفته این حساب‌ها در جهت مداخله خارجی یا دولتی فعالیت می‌کردند. فیسبوک افزوده حساب‌هایی که از ایران هدایت می‌شدند بر آمریکا متمرکز بودند. آمریکا معافیت عراق از تحریم گاز ایران را 45 روز دیگر تمدید کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده این معافیت برای رفع نیاز کوتاه مدت عراق در نظر گرفته شده و این کشور باید طی این مدت برای کم کردن وابستگی به واردات انرژی از ایران تلاش کند. دوره زمانی معافیت جدید نسبت به دوره‌های مشابه قبلی به مراتب کوتاه‌تر است. در ایران از امروز تبلیغات نامزدهای نمایندگی مجلس آغاز شد. انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند، یعنی 8 روز دیگر برگزار می شود. نامزدها یک هفته برای تبلیغ فرصت دارند. دولت ایران در روزهای اخیر قانون شفافیت مالی نامزدها را ابلاغ کرده و گفته هدف آن جلوگیری از ورود پولهای مشکوک در روند انتخابات است. اما وزارت کشور می گوید به دلیل کمبود وقت تنها عمل به چند بند این قانون در انتخابات پیش رو امکان پذیر است. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس درباره تفاوت این انتخابات با انتخابات گذشته توضیح داد. فکر میکنم که به سه نکته میشه اشاره کرد. یکی این که میدانیم انتخابات در ایران به صورت حزبی نیست و احزاب و نهادهای مدنی خیلی نقش مؤثری رو در تبلیغات انتخابات و کلن انتخابات به عهده ندارن. نکته دوم این هست که برغم اینکه احزاب و تشکل‌ها نقشی ندارن، اما در شهرهای بزرگ به هر حال
رأیی که غالبا مردم به صندوق‌ها می‌ریزن یک رأی سیاسی است و به همین دلیل در شهرها گروه‌هایی که به هر حال در ایام انتخابات شکل می‌گیرند تلاش دارند لیست‌هایی رو بدن و تا حدود زیادی بتونن فضای انتخاباتی شهرهای بزرگ رو سیاسی جلوه بدن. و نکته سوم برمیگرده به شهرهای کوچیک که در اون شهرها بیشتر جهتگیری ها قومیتی و خانوادگی هست تا اینکه سیاسی و ملی باشه. با توجه به این نکته هایی که گفتم میشود گفت که در ایران به طور کلی در زمینه انتخابات ما یک قانون شفاف و روشنی نداریم و به خصوص به لحاظ تأمین مالی که نامزدها برای تبلیغات انتخاباتی انجام میدن خیلی روشن نیست. و این چیزی هم که الان شما از قول وزارت کشور گفتید در مورد تأمین مالی هزینه انتخابات طبعا قابل کنترل و رصد از طریق وزارت کشور و نهادهای قانونی وجود ندارد و به همین دلیل در سالهای اخیر یک بحث بسیار دامنگیری که مطرح شده این هست که به کاندیداها به خصوص در شهرستان‌های کوچیک و روستاها میتونن برای خرید رأی اقدام کنند و نوعی در واقع تأمین مالی برای خرید رأی انجام میگیره که طبعا انتخابات رو مخدوش میکنه. علی مزرعی بود، نماینده پیشین مجلس ایران. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. چهار روز بعد از بارش سنگین برف در استان گیلان، آب و برق ده ها هزار خانه شهری روستایی همچنان قطع است. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و طالبان بر سر طرح پیشنهادی کاهش یک هفته‌ای تنش توافق کردند. در ادامه این برنامه، کارزار رقبای ولادیمیر پوتین برای جلوگیری از بازنویسی قانون اساسی روسیه. ده ها یونانی در اعتراض به تصمیم دولت برای انتقال هزاران پناهجو به اردوگاه‌های جدید در چند جزیره این کشور اعتراض کردند. معترضان میگویند این اقدام به حل معضل مهاجرت کمکی نمی‌کند. دولت یونان می‌خواهد با تصاحب زمین و املاک اردوگاه‌های موقت بسازد، 20,000 پناهجو را در آنجا جا بدهد، مدت زمان بررسی درخواست پناهندگی را به 90 روز کاهش دهد و هر هفته 200 مهاجر را به ترکیه برگرداند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. جزیره ای مانند بهشت که جهنمی را در خود جا داده. در لسبوس پناهجویان دیگر نه راه پس دارند و نه راه پیش. 20,000 زن و مرد و کودک در اردوگاه موریا پناه گرفتند. پناهگاهی که فقط برای 3,000 نفر جا دارد. مواد غذایی کم است، وضعیت بهداشت اسفبار. در حال حاضر هر 67 نفر از یک سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند و هر 8 نفر از یک حمام. در بعضی بخش‌های اردوگاه وضعیت از این هم بدتر است و ممکن است 300 نفر از یک حمام و 100 نفر از یک سرویس بهداشتی استفاده کنند. بیشتر پناهجویان در این کمپ ایرانی، افغان و سوری هستند. شرایط کشورشان آنها را مجبور کرده پا در این راه سخت بگذارند. یک پای مصنوعیه، سیل کنید، از اونجا من مجبورم از پایین تا اینجا پیاده بیایم برم پایین به خاطر یک توالت، به خاطر یک توالت برم پایین بیایم بالا دوباره، به خاطر یک حمام کردن. زندگی اینجا خیلی سخته، هوا خیلی سرده، شوا اصلا آدم از بس سرده نمیتونی درست بخوابی. حقوقی هم که دادم میته مجبوری کلبه بسازی یا اینکه بری خرج یک لباس گرم یک چیزی بکنی. وضعیت سلامت روان پناهجویان هم نگران کننده است. خشم درون پناهجویان هر روز چهره خود را بیشتر نمایان می‌کند. پایین بودن امنیت در کمپ موریا باعث شده خشونت تکرار بشه. به همین خاطر پناهجویان آسیب‌های روانی ناشی از این خشونت‌ها را چندین بار تجربه می‌کنند. هر روز پناهجویانی را می‌بینم که اقدام به خودکشی کرده یا به خودشون آسیب زدن. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق پناهجویان البته امیدوارند که انتقال این پناهجویان به اردوگاه‌های جدید بتواند موقتاً مشکلات آنها را حل کند.
ما از اعلام تصمیم جدید دولت یونان برای ساخت اردوگاه‌های جدید و انتقال پناهجویان استقبال می‌کنیم. این اقدام می‌تواند آنها را از شرایط بحرانی که ماه‌هاست در آن گرفتار شده‌اند نجات دهد. یونان شرایط دشوار اقتصادی را پشت سر می‌گذارد. شمار پناهجویانی که از ترکیه و از راه آب خود را به یونان می‌رسانند، طی هفته‌های گذشته افزایش یافته. بیش از 57,000 پناهجو در سال گذشته میلادی وارد یونان شدند. این رقم هنوز از شمار پناهجویانی که 5 سال پیش خود را به دروازه اروپا رساندند کمتر است، اما یونان میگوید دیگر توان نگهداری این تعداد پناهجو را ندارد. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در چین شمار قربانیان ویروس کرونا جهشی ناگهانی داشته. در استان هوبی مرکز انتشار بیماری ناشی از این ویروس موسوم به کووید 19 تنها در یک روز بیش از 200 نفر جان باختند. در کل مرگ بیش از 1300 نفر تایید شده. همچنین شمار موارد تازه ابتلا ناگهان افزایش پیدا کرده و به حدود 60,000 نفر رسیده. در همسایگی چین دولت ویتنام بعد از تایید شدن بیماری چند نفر هزاران ساکن روستاهای اطراف هانوی پایتخت را قرنطینه کرده. باران عباسی گزارش می‌دهد. پیشروی پزشکان ارتش چین به سوی خط مقدم جنگ با کرونا. شهر ووهان در استان هوبی، جایی که اولین نشانه های ویروس در آن دیده شد. شهری که امکانات درمانیش پاسخ شمار رو به افزایش بیماران را نمی‌دهد. تا چشم کار می‌کند درمانگاه های موقت که در خیابان برپا شده و تعداد بیشتر هتل هایی که به قرنطینه تبدیل می شوند. شمار قربانیان ویروس جهشی ناگهانی داشته. دیروز 240 نفر دیگر جان خود را از دست دادند. بیش از دو برابر متوسط تعداد تلفات در روزهای قبل. شمار آلودگان به ویروس هم که پیشتر روندی رو به کاهش نشان می داد، حالا رشدی شدید داشته و به حدود 60,000 نفر رسیده. به نظر می رسد به این دلیل که با تغییر در تعریف این بیماری از سوی پزشکان شمار بیشتری در دسته مبتلایان جای گرفتند. ما امیدواریم بتونیم این بیماری رو تحت کنترل در بیاریم، اما نمیتونیم تاریخ مشخصی بدیم. فعلا باید روی تشخیص و درمان موارد ابتلا تمرکز کنیم. فعلا خیلی زوده که بخوایم شروع، میانه و پایان شیوع این بیماری رو پیش بینی کنیم. با افزایش انتقادها از نحوه اطلاع رسانی دولت چین درباره این بیماری، دو نفر از مقام‌های ارشد استان هوبی برکنار شدند. خارج از مرزهای چین، بیشتر شمار مبتلایان در این کشتی تفریحی هستند که در ساحل ژاپن لنگر انداخته. آزمایش بیش از 200 نفر اینجا برای کرونا مثبت بوده. با این حال با طولانی شدن مدت قرنطینه شاید بعضی بتوانند کشتی را ترک کنند. ما مسافرهای سالمندی و که از قبل بیماری های دیگه ای داشتن و الان در اتاقای بدون پنجره هستن آزمایش خواهیم کرد. اگه نتیجه آزمایش منفی باشه میتونن پیاده بشن و در جایی که دولت براشون در نظر گرفته بمونن. کشتی دیگری که پیشتر 5 کشور از پذیرش آن خودداری کرده بودند حالا اجازه ورود به کامبوج گرفته. هیچ یک از 2,000 مسافر کشتی تا کنون نشانه ای از بیماری نشان ندادند. اینجا در ویتنام ایستگاه‌های بازرسی در روستاهای منتهی به پایتخت. بیش از 10,000 نفر قرنطینه شدند بعد از اینکه بیماری چند نفر از ساکنان تایید شد. این دردسر خیلی بزرگی برای ماست. نمیتونیم سر زمینمون بریم و محصولاتمون رو درو کنیم. در کره شمالی رسانه‌ها از افزایش زمان قرنطینه به یک ماه خبر دادند. در کشوری که درهایش به ندرت به روی جهان خارج باز می‌شود، هنوز رسماً موردی از ابتلا گزارش نشده. اما صلیب سرخ می‌گوید تحریم‌های بین‌المللی مانع رسیدن لباس‌های محافظتی و لوازم تشخیص بیماری است. اما چین همچنان تنها کشوری است که بیشترین آسیب را دیده. اینجا در شانگهای در آستانه ولنتاین فروشگاه‌ها همچنان سوت و کور، جایی که ترس از کرونا روزهای روز عاشق را هم رو به پژمردگی گذاشته. باران عباسی، بی بی سی.
در روسیه رقبای ولادیمیر پوتین کارزاری را آغاز کردند تا جلوی او را برای بازنویسی قانون اساسی بگیرند. رئیس جمهوری اصلاحاتی را مطرح کرده که به گفته او روسیه را قوی تر می کند. اما منتقدانش می گویند هدف اصلی این است که با آقای پوتین اجازه دهد تا زمانی نامعلوم در قدرت بماند. استیو روزنبرگ خبرنگار بی بی سی از مسکو به قلب صنعتی روسیه سفر کرده تا نظر مردم آنجا را در مورد تغییرات پیشنهادی ولادیمیر پوتین جویا شود. نسبت به مسکو به نظر دنیای دیگری است. منطقه ای صنعتی، پر از خاکستر، بخار و دود. اینجا مگنیتوگورسک است. توسط یک دیکتاتور ساخته شده که خود را مرد پولادین مینامید. استالین. ایده حکمران قدرتمند و دست آهنی هنوز اینجا جذاب است. فانوزیا در آپارتمان کوچکش چهار نوه‌اش را به تنهایی بزرگ می کند. با وجود سختی ها خودش را نسبت به آینده روسیه و رهبر فعلی آن خوشبین نگه می دارد. پوتین رئیس جمهوری مورد علاقه منه. سیاست بلده و هر کاری می تونه بکنه. کشور ما را قوی کرده. الان روسیه دیده می شه. میخوام برای همیشه رئیس جمهوری باشه. زن آن میرود که او هم همین را بخواهد. پوتین عجله دارد که قانون اساسی را بازنویسی کند. میگوید به نفع کشور است. اما منتقدان میگویند هدف اصلی او ماندن در قدرت برای زمانی نامحدود است. حالا به عنوان رئیس جمهوری یا در مقامی دیگر. اگه طرح پوتین این باشه که در صحنه سیاسی باقی بمونه، مشخصه که خیلی از روس‌ها اینو قبول میکنن. بسیاری بر این باورن که گزینه دیگه‌ای برای جایگزینی پوتین نیست، یا اگه باشه این قدرت رو ندارن که روی تصمیم‌های جدی که از بالا در مورد آینده روسیه گرفته میشه تأثیر بذارن. اما بعضی از روس‌ها در تکاپو هستند. در یکاترینبرگ این معترضان پوتین را به کودتای قانون اساسی متهم می کنند. مقام ها به قانون اساسی مثل دستمال توالت برخورد می کنند. ازش برای تمیز کردن خودشون استفاده می کنند. همینطور برای چسبیدن به تاج و تختشون. اما تعداد معترضان کم است. این زن همچنان به قدرت اعتراض معتقد است. اما می گوید متاسفانه مردم روسیه خوابند. و این به این معنی است که اگر یک رهبر روس بخواهد در قدرت بماند و برای همیشه حکمرانی کند، در حال حاضر مانع زیادی بر سر راهش نیست. استیو روزنبرگ، بی بی سی نیوز، دی یورالز. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.